با سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش ایرانیان و فارسی زبانان در هر کجای دنیا هستید، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. با یکی از برنامه های سود از لندن و این یک شنبه شب خدمتون هستم با افتخار و تصمیم داریم درباره اتفاقات و حواشی ورزش ایران به خصوص فوتبال ایران، هم تیم ملی هم تیم های به استقلال صحبت بکنیم. قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنم، هفته گذشته همین جمعه شنبه تولد دوتا از جوانان درجه یک ایرانی بود که این روزها در میان ما نیستن، مجیدرضا رهنورد و ابوالفضل عادی‌نژاده، دوتا جوانی که توسط رژیم فاسد آدمکش اسلامی در قیام زن زندگی آزادی جون خودشون از دست دادن، جوانانی که میتونستن در آینده ایران سهم داشته باشن، رویاهای بزرگی داشتن، هم مجیدرضا رهنورد هم ابوالفضل عادی‌نژاده. واقعا باید از قاتلان و این مزدورانی که این جوانان به خاک و خون کشیدن باید پرسید گناه این جوانان مگه چی بود؟ گناه مهسا امینی مگر چه بود؟ سارینا اسماعیلی‌زاده و بسیار نیکا شاکرمی، خدانور، کیان پیرفلک، افراد دیگه که شما یا چشماشون رو کور کردی یا دست و پاشون رو قطع کردی، خانواده هاشون رو عزادار کردی. از طرف خودم و دوستانم در چنل سود در یوتیوب صمیمانه به هر دو خانواده بزرگ عادی‌نژاده و رهنورد تسلیت عرض میکنم، به خانواده بزرگ مردم ایران. امیدوارم روزی برسه که مردم ایران در شرایط آرمانی باشن. واقعا دارم عرض میکنم، از صمیم قلب دارم میگم، مردم ایران شایسته بهترین ها، نه با این سیستم فاسد. میرم و برمیگردیم خدمتتون هستم. بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان ورزش، هواداران و طرفداران چنل سود در یوتیوب، بسیار ممنون و متشکرم که ما را همراهی میکنید. کامنت هایی که هر هفته و هر لحظه به دست من و همکارانم میرسه، چه در چنل سود در یوتیوب، چه در اینستاگرام و چه در صفحه سود در فیسبوک. هفته گذشته برنامه که با سعید فتی داشتم بسیار درجه یک بود، کامنت های بسیار خوبی از شما دوستان گرفتم، چه در چنل سود، چه در وبسایت فوتبالی دهن، چه در صفحه سود در اینستاگرام و فضای مجازی. همچنین مصاحبه درجه یکی که با فرزاد فرهادیان، میثم پورجلالی عزیز درباره بسکت، در مورد والیبال داشتیم، فوق العاده بود. امیدوارم که والیبال ایران که پتانسیل بسیار بالایی هم داره بتونه در المپیک 2024 پاریس بر سکوه یکی از سکوها رو از آن خودش بکنه. واقعا والیبال ایران بسیار پتانسیل داره، اینو دارم جدی عرض میکنم، که از رشته هایی که جوانان ایرانی میتونن حرف های زیادی برای گفتن داشته باشن، به خصوص در لیگ های معتبر اروپایی. با حضورتون عرض بکنم تو این یک شنبه شب مهمان بسیار گرامی تو برنامه حضور داره، دوست خوبم کوروش بازیار، از ایرانیان درجه که سالیان سال افتخار دارم که با کوروش هم رفاقت دارم، هم تو برنامه سود یه پای ثابت برنامه سوده. واقعا از این بابت از کوروش بازیار ممنونم. تو مقدمه من عرض کردم برنامه این امشب بیشتر هولوشه، حالا فوتبال که همیشه حاشیه‌اش بر مت غلبه داشته، هم درباره تیم ملی صحبت می‌کنم در تورنمنت بی سر و ته کافا شرکت کرده، هم درباره تیم امید ایران که با رضا عنایتی در رقابت‌های غرب آسیا است و همین بلبشویی که در باشگاه استقلال و این تیمی که هنوز سرمربی نداره. کوروش عزیز سلام عرض کردم، بسیار ممنونم که تو برنامه حضور داری. به عنوان سوال نخست، این نظامی که نظام دینی، نظام اسلامی، یه تفسیر عجیب و غریبی از اسلام برای خودشون درست کردن، بارها و بارها هم خود جناب علی، هم بسیاری از بینندگان در فضای مجازی، در رادیو تلویزیون، در جاهای مختلف، وبسایت های مختلف، در رساله هایی که دادن اینا بیرون، این نظام فاسد اسلامی، گفتن آقا شرط بندی حرامه، تبلیغ شرط بندی، اصلا بت کردن یا تبلیغ مشروبات الکلی اینا اصلا حرام، و ما در مسابقاتی هم که قرار باشه، ایونت هایی که باشه، تو اینا باشه ما شرکت نمی کنیم. نمونهش هم سال گذشته در
جام کرین کاپ ژاپن که خب شرکت معتبر آبجوسازی ژاپنیه و یک دو جام معتبری بود ایران میتونست بره با تیم‌های ژاپن اورگو و تیم‌های بزرگی بازی بکنه، اومدن گفتن نه ما شرکت نمی‌کنیم و خلاصه ارزشی هست، نظام ما ارزشی هست. چه از این عوض بخوام شعر رو برای که داریم شما میشنوید، عوض خواهم ما اینجوری صحبت کردم، اما به این ورزش رو به کجا رسوندن که جالبه اون نظامی که میومد دم از ارزش و دم از ولایت و دم از داستان اینجوری صحبت میکرد دم میزد تو مسابقات جام کافا که سر و ته نداره. من نمیخوام تیم‌های بی احترامی کنم به کشوری در این رقابت حضور دارم و شأن و شخصیت تیم ملی ایران که یکی از قدرت‌های برتر آسیا رو در جام جهانی بوده بسیار بالاتر از این صحبت است. بره با افغانستان بازی کنه، با قرقیزستان بازی کنه، معلومه که آقای تاشتوبی منطقه غرب آسیا و آسیا میانه دنبال رأی جمع کردن در کنفدراسیون فوتبال آسیا تن به هر ذلتی میده. اما نکته‌ای که میخوام عرض بکنم آقای بازیار، ایران در دهه رقابت ها شرکت که اسپانسر اصلی این مسابقات شرکت شرط بندی، کمپانی بزرگی که شرط بندی میکنه، بت میکنه، نتایج رو پیش بینی میکنن، پول های وحشتناکی اون تو هست و میلیون ها یورو و دلار توش داره بالا پایین میشه. جالب اینجا صدا و سیمای ملی ایران که تصاویر زنان رو پخش نمی‌کنه، در ورزشگاه تصاویر یک دونه خانم و یک دختر رو پخش نمی‌کنه، جای دیگه رو 90 دقیقه در بازی ایران افغانستان و ایران و قرقیزستان اون اسپانسر حضور داشت، یعنی بدونه که ریال بخواد پول بده اون اسپانسر بودش و هم دیگه هم میتونستن همه شرط بندی کنن با آدرس و همه چیش هم بود. آقای بازیار، می‌خواستم نظر جناب عادل بپرسم، نظام ارزشی رفته تو مسابقاتی که اصلا کاملا با این ارزشی که ندارن 180 درجه مغایرت داره. ما میگیم شرط بندی، ما نمیگیم، اونا دارن میگن این سردمدار نظام شرط بندی حرام، بت کردن حرام، آبجو مشروب این داستانا، اما توی مسابقات رفتن که همه چی حلال بود، همه چی در دسترس. چرا اینجوری شد؟ ایران چرا توی مسابقات شرکت کرد و نظام ارزشی چی بود که تن به یه همچین قصه ای داد؟ سلام از من خدمت شما های خاص جدی، خدمت بینندگان عزیزی که این برنامه رو وقت میذارن و تماشا میکنن. در مورد شرکت در این تورنمنت به میزبانی مشترک قرقیزستان و ازبکستان، خب هدف وسیله رو توجیه میکنه در ایدئولوژی آقایانی که سر کار هستن و شما اشاره کردید که در ظاهر دیندارن و خیلی از مسابقات رو به دلیل اسپانسرهایی که بوده لغو کردن و اجازه ندادن، برای مثال چرا که فلان برند آبجوسازی اسپانسر اصلی یک مسابقه بوده در ژاپن یا در راه جام جهانی 2018 روسیه، بازی با یونان باز هم به خاطر یک اسپانسری که بود اجازه ندادن بازی بکنه. اما همین آقایون وقتی که تیم ملی آلمان اومد توی تهران و چک 1 میلیون یورویی بهشون داد، حاضر شدن برند بیتبورگا رو، هم بیتبورگای الکل و هم بیتبورگای بدون الکل رو، یعنی دو برند مختلف آبجوسازی بیتبورگا رو در زمین یا کنار زمین آزادی بذارن و همه دنیا رو نگاه بکنن. بنابراین هدف وسیله رو توجیه میکنه، بستگی داره کد تن کی باشه و زور کی بچربه. الان هم این تیم با این بازیکنان در این تورنمنت شرکت کرده. خیلی ها ایراد میگیرن که چرا شرکت کرده در حد تیم ملی ما نیست. در برنامه فوتبال برتر میساقی گفتش که این تمام این تیم و مربیاشون بایستی بیان از بازیکنان ما امضا بگیرن. به یک نوعی حالا گذشته از اون توهینی که دارن به حریفان میکنن، به یک نوعی از نظر فنی عرض میکنم پر بیراه نمیگن، اما یک واقعیتی رو ما بایستی بپذیریم که هیچ تیمی در دنیا حاضر نیست با ما بازی بکنه. هر تیمی هم که با ما حاضر بشه فوتبال بازی بکنه، یا رنکینگش از ما کمتر چیزی ازش یاد نمیگیریم، یا رنکینگ بالاتری که بخواد با ما بازی بکنه با
پول میخواد، ما قدرت مالی پرداخت و حتی راه ترانسفر پول رو نداریم به خاطر تحریم ها. همون روزی هم که آقای قلنوی به عنوان مربی اعلام شد، من در یکی دیگه از شبکه‌های تلویزیونی عرض کردم خدمت هموطنان عزیزمون که فوتبال ملی و فوتبال رو کلا دنبال میکنن، عرض کردم که قلنوی با دو چالش بزرگ روبروست: یک، عدم بازی‌های تدارکاتی بزرگ با تیم‌های بزرگ دنیا به خاطر تحریم‌ها، دوم تغییر نسلی که در راه است و اگر قلنوی بمونه برای جام جهانی بعدی بایستی تغییر نسل بده، که تغییر نسل هم مستلزم بازی‌های تدارکاتی تمرینی و دوستانه است که بتونه بازیکنان مورد نظرش رو اولا پیدا بکنه، دوما در قالب اون تاکتیک مورد نظرش جا بده. بنابراین بایستی در نظر بگیریم از نظر ایدئولوژی کتن حضرات امنیتی مذهبی است، از نظر فنی کاچیبی از هیچیست و اگر بچه ها در این مسابقات شرکت نمی کردن واقعا شانسی برای بازی دوستانه نداشتن. بازم تکرار میکنم، هدف وسیله رو توجیه میکنه. اگر قرار باشه، خود آقایون گفتن دیگه، برای حفظ این نظام حاضرن حتی از اصول دین هم بگذرن، شرکت در یک مسابقه که چهار تا تبلیغ آبجو یا شرط بنگاه شرط بندی کنار زمین است که فکر نمی کنم مشکل خاصی باشه. همونطوری کوروش بازار از زمان عرض کرد، این نظام زمانی که قرار باشه فقط بحث موندنش باشه، بحث اون چیزی که ازش دم میزنه و یه کار دیگه انجام میده، اصول چیزیه و کار عمل چیز دیگه یه، زمانی که بخوان یه چیزی رو خودشون ثابت بکنن میرن توی مجموعه تو راه قرار میگیرن که اصلا خود شما تا روز قبلش میگفتن ما یه همچین کار نمی کنیم. تو کروچه بازارم داره اشاره درست میکنه و این نظام زمانی که قرار باشه بحث موندنش باشه تن به هر ذلت و هر خفتی میده. بسیار ممنونم از کوروش بازه. کوروش جان، هفته گذشته آقای محمد مایلی‌پانی به صراحت لهجه شهرت و انتقاد و خلاصه توی سالیان سال کم ازش مصاحبه و انتقاد و جنجال ندیدیم. یه مصاحبه کرد بر علیه باندی که در فدراسیون فوتبال از آقای تاج و نبی و آقای اصولی بگی تو امیر قلعه‌نویی و رضا انعتی، و اشاره کرد که خیلی از تیم‌های لیگ برتری مربیاشون با نظر آقای قلعه‌نویی میان انتخاب میکنن و واقعا مسابقه جنجالی هم بود و آقای قلعه‌نویی گروبان قندلی خطاب کرد و این حق رو واسه آقای قلعه‌نویی، من قائلم که چون اسمش تو برنامه اومد بیاد صحبت کنه، هم آقای قلعه‌نویی و افراد دیگه اسمشون اومد. آقای بازه نظرتون چیه؟ آقای اون صحبتی که آقای مایلی‌پانی میکنه به زعم شما درسته؟ باند مخوفی که در فدراسیون فوتبال هم حضور داره و آقای قلعه‌نویی در رأسش هست، آیا تیم‌ها با نظرشون مربیشون انتخاب میکنن و حضور آقای عنایتی به در تیم اون چطور ارزیابی میکنه؟ آقای مایلی‌پانی گفتش که نه سابقه داره نه کار فنی کرده و فقط و فقط به خاطر آشنا بودن با امیر قلعه‌نویی و رفیق بازی اومده در تیم اون. نظرتون میخواستم بپرسم. در مورد آقای مایلی‌پانی، من نمیخوام زیاد به این مسئله وارد بشم، یک مثال میزنم و اجازه میخوام برم سر اصل مطلب که فوتبال هست. آقای مایلی‌پانی در مواردی که در موارد متعددی که آقای سردار آسین کوتاپوش حسن عباسی اومد و به همه فوتبالیست‌ها به زن و بچه‌شون هر آنچه که لایق خودش بود گفت، آقای مایلی‌پانی چرا ساکت بود؟ همین، من سوال من همینه. اما حیف است که ما بیاییم وقت عزیزان هموطنانمون رو بگیریم و از تیم‌های ملی پایمون، هم تیم ملی نوجوانانمون که با حسین عبدی در قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند شرکت کرده و هم از تیم المپیک یا امید کشورمون که با رضا عنایتی رفته و در یک تورنمنت غرب آسیا در عراق شرکت کرده بی تفاوت بگذاریم. به هر حال اینها تیم‌های ملی رده‌های پایه کشورمون هستن. دو مربی انتخاب شدن
اینها به زور نیومدن سر این تیم بایستن، ازشون خواسته شده بیان و همراه این تیم ها باشن. حسین عبدی تیم بسیار خوبی رو آماده کرده بود بازی مقابل افغانستان، بیشتر از اون که من از برد ایران مقابل افغانستان خوشحال باشم، از تلاش، دوندگی، زحمت، تیم بودن نوجوانان افغانستان لذت بردم. بسیار خوب در دقایق ابتدایی مسابقه تا قبل از گل اول جانانه دفاع کردن در مقابل بچه های ما. میدونیم تفاوت زندگی کردن در افغانستان و ایران، سطح بازی هایی که کردن بچه های افغانستان که در ایران بودن و تیم های مختلف به خاطر مهاجر بودنشون، به خاطر نداشتن شناسنامه ایرانی، از بازی کردن فوتبال نوجوانان، کودکان و بچه های افغان در ایران ممانعت شده و میشه. و وقتی میبینیم که این بچه ها خود ساز و خود ساخته اومدن، اینجوری دارن در مقابل نوجوانان ایران که سابقه قهرمانی آسیا رو هم دارن تلاش میکنه، قابل احترامه. امیدوارم که اگر امروز روز زندگی حال نوجوانان افغانستان و ایران تباه شده در زیر سایه دستار و عمامه و هیچ امیدی به آینده ندارن، بتونن از طریق فوتبال نفس بکشن و به آینده امیدوار بشن. در مورد تیم امیدمون هم یا المپیکمون هم، به هر جهت دور هم بودن و تمرین کردن خیلی دستاوردی نداره و همین که در این مسابقات شرکت کردن، امیدوارم برای ادامه کارشون مثمر ثمر بشه. این که رضا عنایتی میتونه این تیم رو به المپیک ببره یا نه، خود آقای مایلی کهن و دیگران هم نتونستن، ما مربی خارجی هم آوردیم نتونست. امیدواریم، انسان با امید زنده است، امیدواریم که رضا عنایتی با تیم المپیک ایران نتیجه بگیره و برای همه ماها که دوست دار فوتبال ایران هستیم قطعا خبر بسیار خوشایند و ماندگاری خواهد. ممنونم از کوروش بازیار. واقعا کوروش هم توی فرمایشات صحبتاش اشارات درستی است. ما امیدواریم که این تیم امیدی که الان هست بعد از 40 خورده سال بتونه بره به المپیک. درست با همین آقای مایلی کهن هم در مقدمات المپیک هست شدن. امیدواریم که اصلا یه شرایطی بشه که اصلا گفته های آقای مایلی کهن و خیلی یا خود من که داریم انتقاد میکنیم مثلا اشتباهش بگیم آقای ما اشتباه که آقای نهایتی نه اومده که کارش درسته. امیدواریم اتفاقات بیفته و واقعا روزهای بسیار نگران کننده و ورزش ایران حاکمه. ما هم تحریمیم، هم تیم ما بازی نمیکنه، شرایط بسیار سختیه و واقعا نمیدونم چی بگم. امیدوارم که اتفاقاتی بیفته که برای فوتبال ایران اتفاقات درستی باشه. امیدوارم این شرایط بمونه. کوروش جان، استقلال همه میدونن در فصل قبل ناکام مطلق بود در لیگ قهرمانان آسیا که حذف شد، شرایط بسیار سختی داشت و اتفاقات عجیب و غریبی واسش افتاد. خواستم از شما بپرسم اون افرادی که در باشگاه استقلال هستن، اون شرایطی که الان داره رقم میخوره و تو لیگ قهرمانان هم که اصلا نیستن، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی تیمهایی که بعد در لیگ قهرمانان شرکت بکنن و اعلام که به صراحت هم گفت آقا استقلال نیست، یعنی هیچ امیدی نداشته باشه به خاطر بدهی و به خاطر اینکه اصلا پروانه حرفه‌ای نگرفتن، نمیتونن باشن. چرا این اتفاق برای باشگاه استقلال افتاد و چه کسانی مسبب این ماجرا بودن و چی کار باید باشون کرد؟ نظرتون رو میخواستم بپرسم. این که آقای ساپینتو یا هر مربی خارجی با یک مبلغ بسیار بالا و چشمگیری میاد در فوتبال ایران فعالیت میکنه، دو دلیل داره. یک، حضور دلال هاست و دوم که به نظر من نباید ازش به سادگی بگذریم، عدم امنیت در خاورمیانه و به خصوص در جمهوری اسلامی است که ما میبینیم که چه اتفاقاتی میفته و این مربیانی هم که میان این اخبار رو بهشون میگن، دنبال میکنن و میشنون که چه اتفاقاتی در
کشور ما برای اتباع خارجی که به عنوان توریست ویزای توریستی گرفتن سر از زندان در میارن و یک آمریکایی که سالها اصلا ناپدید شده. بنابراین ریسک بالاست. شما در نظر بگیرید بیمه کشتی که در بندرعباس پهلو میگیره با بیمه کشتی که در عمان یا قطر پهلو میگیره بسیار متفاوت است، به خاطر احساس عدم امنیت شرکت های بیمه در سراسر دنیا. این مربیان هم میان ایران دستمزد بیشتری میگیرن، دستمزد هم ما میدونیم کی داده کی گرفته در فوتبال ایران. اینا همه ریسکایی است که باعث میشه مبلغ قرارداد بالا باشه. یک، عدم امنیت در خاورمیانه. دو، عدم امنیت شهروندان خارجی در ایران. سوم، حضور دلال ها. اما اینی که بیان بگن ساپینتو رو ما 700 خوردهی بهش پیشنهاد دادیم قبول نکرد اما رفت با 200,000 یورو در قبرس شروع به کار کرد، اینم از اون حرف هاست که هیچ سندیتی براش وجود نداره. اگر این چنین کاری صورت گرفته باشه، متهم اصلی کسانی هستن که اولا ساپینتو رو با این مبلغ آوردن ایران، دوم کسان دیگری مثل سید حجت کریمی هستن که چنین پیشنهادی دادن. وقتی شما میدونی که ارزش یک مربی 200,000 تاست، چطوری بهش پیشنهاد 700 بیش از 700,000 تا دادی؟ بنابراین نبایستی باور کنین، چرا که میخوان یه جورایی ساپینتو رو بده بکنن از نظر هوادار، که هوادار که ارکان باشگاه حجت کریمی ها پشت ساپینتو پناه بگیرن که تماشاگر به اینا چیزی نگه و تمام ناسزاست به سراغ ساپینتو و کسانی بره که اینجوری ازشون داستان سازی میکنن. بسیار ممنونم از کوروش بازیار عزیز. امیدوارم یه روزی یه عدالتی باشه که این افرادی که تیشه به ریشه حالا ورزش ایران دارن در جاهای مختلف از آن در ما داریم در مورد ورزش صحبت بکنیم، بیام در پیشگاه عدالت جواب بدن. آقا چرا استقلال از لیگ قهرمانان حذف شد؟ چرا حق هواداران استقلال خورده شد؟ یکی بیاد جواب بده. از آقای آجرلو و فتح‌الله زاده و کسان دیگه، امیرحسین فتحی تا خود همین آقای حجت کریمی که میاد میگه امام جواد پول باشگاه استقلال رو داد. آقای حجت کریمی چی مردمو چی حساب کردی؟ آقای شما فکر کرده که با همه اراجیفی که داری صحبت میکنی از ائمه و از کسان دیگه داری مایه میذاری؟ فکر مثلا با دنیا خوابه، مردم ایران نمیفهمن. الان با یه دکمه همه چی در دنیا زیر رو میشه. شما میگید امام جواد اومد پول و پرداختی تموم شد. واقعا خجالت داره. گلاشتم به عنوان سال پایانی، همه تیما الان دارن یواش یواش خودشونو آماده میکنن که پیش فصل رو پیش رو دارن، نقل و انتقالات خودشونو آماده میکنن برای فصل بسیار سختی که وسطش هم جام ملت‌های آسیا است و فشرده است مسابقات امسال. اما استقلال سرمربی نداره. اومدن رفتن گفتن که ما مربی آقای کارلو لوپز و برشن از اسپانیا آورده، مربی که سابقه حضور در رئال مادرید و تیم ملی عربستان و عمان و جاهای دیگر رو داره. گفتن آقا آوردیمش، خودش پولش رو داده اومده اینجا که امکانات ما رو ببینه. آخرش هم گفت آقا شما نه زیر ساخت دارید نه چیزی. همه میدونن که آقا ریالی یا یوروی اصلا آقای لوپس هزینه نکرده و همه هزینهش رو صرف تا صدش باشگاه استقلال داده. شما انقدر راحت دارید دروغ میگید، بابا مردم میفهمن همه چیز. آقای کریمی یه کنفرانس خبری بی سر و ته گذاشتن اونجا، اصلا کنفرانس خبری رو زمانی میذارن که یه مربی یه بازیکن بیاد قرارداد بسته باشه، حالا میان با خبرنگارا صحبت میکنه، خبرنگارا سوال میکنن، مربی بازیکن جواب میده. یه کنفرانس خبری بی سر و ته گذاشتن که آقای آخر آقای لوپز هم رفت گفتش که امکانات شما نداری. بعدش اومدن گفتن که ما دو تا گزینه داریم، آقای جواد نکونام و محمد ربیعی. جواد نکونام یه جوری حواش کردن به خاطر اون اتفاقات حواشی که در فولاد داشته جای دیگه، حالا من نمیدونم واقعا. تا دو روز قبل جواد نکونام گفتن قطع، همین آقای کریمی گفت قطعیه. و یه دفعه اونا همه رفته، بعد الان باز رفتن سراغ سرمربیان خارجی، آقای کیک سانچز فلورز از اسپانیا. آقا مگه شوخی؟ آقای لوپز هموطنش اومده ایران گفته شما زیر ساخت ندارید،
بعد آقا کیک سانچز فلورس که در اتلتیکو مادرید بوده، در واتفورد بوده، در باشگاه‌های مختلف انگلیسی و اماراتی و جاهای دیگه کار کرده، بعد میاد مثلا ایشون یا آقای لوپز که این همه سابقش بیشتر از ایشون بوده، میگه امکانات نداره. بعد مربیات میگه شما دارید، آقا چیکار دارید میکنید آقای اورجافی کریمی؟ میگه امام زواد و پولا رو داد تموم شد، خب الان سرمربی رو بعد یه امام دیگه به سرمربی استقلال مشخص کنید بره دیگه. تا کی بعد هواداران باشگاه استقلال این همه بیان ضرر بکنن؟ از لیگ قهرمانان که آسیا که هست شده تموم شده، سرمربی هم که ندارید دیگه، تکلیف چیه؟ همه چیز چرا سیاسیه، چرا امنیتیه؟ من می‌خواستم آقای بازی از شما بپرسم واقعا شرایط چیه، نظرش جناب عالی چیه، واقعا این اتفاقات چرا داره در فوتبال ایران میافته؟ همه چیز امنیتی؟ آقای خسجلی، من و شما از سال 2013 تا به امروز این شانس رو داشتیم که با همدیگه در این برنامه کنار هم باشیم و در موارد بسیار متعددی در مورد فوتبال صحبت کنیم. و من همیشه عرض کردم در بازار نقل و انتقالات، چه مربی چه بازیکن، همیشه خدمت شما بینندگان عزیزمون عرض کردم که من تا وقتی که اون مربی یا اون بازیکن رو روی نیمکت تیم مورد نظر نبینم باورم نمیشه. همین مربی که شما اشاره کردین از اسپانیا اومد، مربی سابق رئال مادرید و چندین و چند تیم دیگه در آسیا، عمان، عربستان، دالیان، شینچن و و و و و حتی زیر 21 ساله های اسپانیا، ما فراموش نکردیم کلمنته رو آوردیم تهران، اون داستان پله برقی بود و برگشت. و اینی که یک مربی خودش هزینه خودش رو بده بیاد تهران گردی برگرده بگه من نخواستم، اینم از اون حرفایی است که فقط خودشون مجبورن باورش بکنن. شما وقتی برای یه نفر دعوتنامه میفرستی یعنی چی؟ یعنی من از شما دعوت میکنم، شما مهمان من هستید. و من و شما هم در برنامه‌های مختلف شرکت کردیم، تاکسی فرستادن دم در خونم و بردتمون. حالا این میگن خودش بلیط هواپیما رو خرید، واقعا باورش برای من دست کم بسیار سخت است. اما در مورد این که چه کسی مربی استقلال باید میشد یا شد یا اینکه خواهد شد، اینها بازی با افکار عمومی رو بسیار خوب بلدن. تصمیم گیرنده در استقلال امروز، نه در تمام استقلال های سالهای اخیر، شخص مدیر عامل نبوده، به خصوص مدیر عامل جوان بی تجربه‌ای مثل سید حجت کریمی که امام جواد پشت و پناهش باشه، بتونه هر جایی هست اینجوری بدهی های سازمان های زیر نظرش رو رفع کنه. چون که امام گفتش که امام جواد کمک کرد و من تمام بدهی های استقلال رو رفع و رجوع کردم و پرداخت کردم. اما اینکه حجت کریمی میتونه به تنهایی مربی انتخاب بکنه، قطعا چنین چیزی نیست. بالادستی هایی که در سازمان های امنیتی هستن بایستی خطوط قرمزشون رعایت بشه. و اینی که چه کسی اومد یا چه کسی میاد من کاری ندارم، اما برای من یه کسی مثل جواد نکونام اصلح تر بود، مفید تر بود. چرا که جواد اولا که در این تیم بازی کرده، یک استقلالیست، عاشق این تیمه، بارها گفته که من این تیم رو دوست دارم. آرزوی هر بازیکنی که هست که به مربیگری تیم مورد علاقهش برسه بعد از کنار گذاشتن فوتبال. جواد مقابل استقلال بازی کرده در تیم‌های مختلف، بعد از اینکه از فوتبال کنار رفت به دلایلی نشسته بازی‌های استقلال رو تماشا کرده در فصل گذشته، دست کم بازی‌های پرسپولیس استقلال و فینال جام حذفی رو دیده و میدونه نقاط قوت و ضعف استقلال کجاست. قشنگ میتونه بازیکنان ایران رو میشناسه، قشنگ میتونه بازیکنان مورد نظرش رو با یک تلفن جذب کنه بیاره استقلال. این که نتیجه میگیره یا نتیجه نمیگیره من پیشبینی نمی‌کنم، اما از نظر تیم‌سازی و رفع نقاط ضعف استقلال امروز هست که چند بازیکنش اصلا معلوم نیست، مثل قائدی، مثل محبی
یامگا و حتی ابوالفضل جلالی هم که اصلا اعلام کرد من نمیمونم. بنابراین وقتی یه بازیکن بزرگی، یک مربی بزرگی مثل جواد بیاد، این بازیکنان احساس امنیت میکنن، میمونن. و نکته بعدی هم که نبایستی به سادگی ازش بگذرید این هستش که یکی مثل جواد برای یک سال و دو سال نمیاد قرارداد ببنده، و اگر قراردادی بسته شده یا میشه با جواد نکونام که ما نمیدونیم واقعا تا این لحظه‌ای که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم چه چیزی پیش میاد یا پیش اومده تا این لحظه‌ای که من و شما صحبت میکنیم، اون چیزی که مسلمه اینه که جواد قرارداد کمتر از 3 سال نخواهد بست. حتی اگر 2 ساله هم ببنده شرط و شروطی داره که بتونه تمدید بکنه، چرا که فوتبال خمه رنگرزی نیست یه مربی بیاد سری قهرمان بشه. اینی که توخیل میاد در پاریس و چلسی نتیجه میگیره، اینی که ساختار و زیر ساختار در پاریس و چلسی همه چی آماده است، ابزار کار دستشه، بهترین بازیکنان دارن و یه مربی میاد از اون داشته هاش استفاده میکنه، تیم به نتیجه میرسه. اینها استثناءات هستن، اما در فوتبال ایران اینی که یک مربی بتونه در سال اول موفق بشه به قهرمانی برسه از اتفاقات فوتباله و مربی وقت میخواد. امیدوارم هر کسی که انتخاب میشه برای استقلال باعث خوشحالی تماشاگران و اوج گرفتن فوتبال استقلال بشه، که ما وقتی که ببینیم استقلال و پرسپولیس قوی هستن، فوتبال ملیمون قوی تر میشه در کنار تیمهای بزرگی مثل تراکتور، سپاهان، ذوب‌آهن، و الان هم میبینیم یه تیمی مثل رفسنجان اومده و نگاه ها رو به خودش جلب کرده. بسیار ممنونم از کوروش بازیار، دوستان خوبم، همراهان و هواداران برنامه سود، دوست خوبم شیروین زیرنویس. ما راه های ارتباطی ما با شما رو لطفا ما رو در یوتیوب سابسکرایب بفرمایید، در اینستاگرام فالو و در فیسبوک هم لایک. منتظر نظراتتون هستیم، واقعا دارم میگم یک دونه سابسکرایب برای خود بنده بسیار مهمه. حضور درجه یکتون فوق العاده برای من مهمه و امیدوارم که بتونیم در خدمتتون باشیم. 1000 عیب و ایراد به خود بنده وارده، در حد امکاناتمون امیدوارم که بتونیم یک حداقل یک کمک کوچیکی، یه فعالیت کمی در میان این همه رسانه‌های بزرگ ورزشی داشته باشیم. مردم ایران دمتون گرم، به امید موفقیت. ممنون از کوروش بازیار عزیز به خاطر حضور در برنامه و آرزوی سلامتی تندرستی برای همه مردم دنیا و به خصوص مردم ایران میکنم. شب و روزتون خوش.